کار وحشتناکی که روزانه انجام دادن این بود که زن رو عقیم، خیلی هاشون رو عقیم کردن. من اولین بار خودم اینو دیدم و خودم اینو مطرح کردم. من یه نفر اونجا بود که با هم دیگه خیلی صمیمی بودیم و اینا، من ازش پرسیدم، گفتم که فلانی چه خبر اینجا، چرا اینقدر از این خواهر چیز شده، این لباس رو تنشونه؟ گفت که من خبر ندادی؟ گفتم نه. گفت که عمل کردم. گفتم عمل چی؟ گفت رحم. گفتم چرا؟ گفت رحمشون رو در آوردن دیگه. اونم براش مثلا یه جوری بود، خیلی براش خیلی عادی بود، یعنی براش عادی کرده بودن. گفتم چرا؟ گفت یه سرشون که اصلا خودشون نمیخوان، مثل این که اصلا خستن از این داستان، میگن ولش کن، حالا ما که دیگه زندگی نمی کنیم که به صورت چیز مثل منظور دیگه ازدواج نمی کنیم. یه سری هم مریض بودن در آوردن و دوست خودم یکی از اینا بود که مدت ها پیش هم دیگه بودیم، اون بنده خودم، ولی خیلی براش دردناک بود اون و هر بار میگو و قصه میخور و ناراحت بود. She was a dedicated young Scientologist, believed in the church's claims for its humanitarian mission. In fact, she set a monthly record for selling books for the church. Nazanin may not speak publicly about her experiences because of an NDA the church pressured her to sign, but I discovered details from FBI testimony regarding her ordeal. David Miscavige assigned Nazanin's case to a key church official, Greg Wilhere. He put her through a one-month program of on-camera interviews, intensive auditing, and security checks. She was moved in to the Celebrity Center, separated from her family, and certain problems were addressed during this period of time. One was she had a boyfriend. Burberry and other stores in Beverly Hills. He bought her $20,000 worth of clothes. At the Celebrity Center, a man who worked for Cruz's hairstylist colored Nazanin's hair to Cruz's liking. Nazanin was told that her makeover was part of the church's humanitarian mission. She had to look her best for conferences with world leaders. She was to be the girlfriend of Scientology's biggest star. Within a month, Nazanin was living with Cruz. While at his house in Telluride, Miscavige came to visit. Overcome by a severe headache, Nazanin had a hard time understanding Miscavige, which infuriated him. The next day, Cruz, inches from her face, pounded his fist on the table and screamed at her for insulting the head of the church. 2 weeks later, church henchman Tommy Davis delivered the news to Nazanin. The relationship with Cruz was over. من رو برداشتم. شپر ما رو آبرو رو بردم. یعنی آبرو پدرم بردم چون بدون حجابم. من از توی روستا طلاق گرفتم که طلاق خیلی بده توی روستا. و اینجوری یه بار دیگه آبرو پدرم رو دارم بردم. حالا یه چیز دیگه که تا حالا نگفتم اینه که من قبل از اینکه اصلا ازدواج بکنم حامله شدم. یعنی دیگه لکه ننگ فامیل برای من. این خیلی بد بود. میگفتم خب من اینجوری هم که قبل از ازدواج حامله شدم، اینم که آبرو فامیلم رفت. من از دبیرستان آذر اخراج شدم، آبرو فامیلم رفت. خبرنگار مجلس شدم، از مجلس هم اخراج شدم، آبرو فامیلم رفت. من مسیح عینه شدم و این هم 237مین برنامه تبلته، چهارمین برنامه از قرنطینه. زدم خونه رو لات پر و داغون کردم، قاب عکسو انداختم شکوندم اینطوری. شوهرم هم رفته رو اعصابم، ولی برنامه رو با انرژی براتون اجرا میکنم. من رفتم رو اعصابش. شروع میکنیم. موضوع به 9 سال قبل باز میکردد، روزهایی که شاهزاده پهلوی غرق در قمار و عیش و نوش، هزاران دلار از سرمایه ایرانیان را در کازینوها و مهمانیهای شبانه خرج دختران موبلوند آمریکایی میکرد. زندگی یاسمین و رضا پهلوی رفته رفته با سرگرم شدن شاهزاده پهلوی با دختران جوان رو به سردی میکشد. تداوم این بیبندوباری در رضا پهلوی موجب می شود یاسمین نیز به نوعی به دنبال فردی باشد که خلأ روحی و عاطفی همسر را برایش جبران کند. دقیقا اینجاست که پای فردی به نام تام مورلی به سرنوشت خاندان سلطنتی پهلوی باز می شود. تام مربی یوگای خانواده پهلوی است که ارتباط نزدیکی با یاسمین اعتمادی همسر رضا پهلوی داشته و رفته رفته این ارتباط رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد. با پی بردن رضا پهلوی از این ارتباط مخفیانه، زندگی رضا و یاسمین در آستانه فروپاشی و طلاق پیش می رود، اما این بار با دخالت فرح پهلوی طرفین توافق می کنند به دلایل سیاسی کماکان به عنوان زوج شناخته شوند. رضا پهلوی پس از این اتفاق بی بندوباری دوچندانی را رقم می زند و علنا از روابط خود با دیگر زنان در برابر چشمان یاسمین پرده بر می دارد.
و با وجود وساطت فرح، یاسمین تصمیم به طلاق میگیرد. یاسمین در سال 2014 پس از طلاق از رضا پهلوی به فرانسه می رود و زندگی جدیدی را با شخصی به نام کوروش آموزگار شروع می کند و در این بین تلاش های فرح برای بازگرداندن وی بی نتیجه می کند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که با وجود گذشت قریب 9 سال از آن توسط رسانه ها بایکوت خبری شده و برای اولین بار جزئیات این حوادث منتشر می شود و همانطور که محمد رضا شاه فرح را با فریدون جوادی شریک بود، رضای پهلوی هم یاسمین را با این فرانسوی. و همه می دانیم اگر مرد روی ناموسش غیرت نداشته باشد، روی خاک وطن هم غیرت ندارد و هر روز یک تکه آن را مثل بحرین شوهر می دهد.